حالا میشکنیم. هیچی نیست شده. با چی درمانه میکنی؟ دوزیست ماجرای ورود ناگهانی و غیر منتظر زنی به زندگی عطاست. عطا به همراه پسرموش و دوستش در یک گاراژ قدیمی و متروکه در یکی از محله‌های جنوب شهر تهران زندگی میکنه. او مدل تبلیغاتی و دلداده آزاده است که در همسایگیشون برای سیفی مرد هیز و قلدر محله کارگری میکنه. اما ورود مینا با رازهایی که داره همه معادلات و روابط زندگی عطا رو یکسره به هم می‌ریزه و اون مادر مرده رو سر یه دورایی عجیب می‌ذاره. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ماجرا سابسکرایب کن، چون من هر روز یه فیلم و سریال ایرانی بهت معرفی می‌کنم و عیب و ایراد و حسناش هم بهت میگم تا بدونی ارزش وقت گذاشتن داره یا نه. خب فیلم به یه باره تو عروسی استارت میخوره. یکم در قالب طنز شخصیت‌ها به مخاطب معرفی میشه، ولی گول نخورید. نه جواد عزتی نه پژمان جمشیدی قرار نیست طنز بازی کنن و فیلم کاملا درام و اجتماعیه. فیلم دوزیست ساخته برزو نیک‌نژاد، کارگردان ناماشنای سینمای ایرانه که بازیگرای مطرحی در اون حضور دارن. این فیلم رو میتونم در زمره فیلم‌های اجتماعی قرار بدم که بعضی از منتقدا ازش تعریف کردن و بعضی دیگه ایراداتی ازش گرفتن. دلایل این تناقض زیاده، یعنی وقتی میشینی پای حرف منتقدا پرات میریزه. به هر حال انتظار از این کارگردان و تیم بازیگراش خب خیلی زیاده، ولی وقتی یکم ماجرا گنگه و همه چی یهویی تو فیلم پیش میاد مجبوری به این سخت بگیری. عطا، مشتبه و حمید سه دوست هستن که معلوم نیست از کجا دوست شدن، چرا دوست هستن و کجا زندگی میکنن. حالا یهو همینا در یک عروسی هستن، یهو سر وقت یه گاوصندوق میرن، یهو با دختری به نام آزاده آشنا میشن، یهو با آدم بیخودی به اسم سیفی دشمنن، یهو همین عطا مدل عکاسی میشه، یهو یه دختر دیگه به نام مریم در زندگیش وارد میشه، یهو خودکشی میکنه، یهو میفهمن حامل است و و و و و و و اصلا ولش کن، داستان لو نره. حرفم اینه که شخصیت رو وقت گذاشتن تعریف کردن، ولی چرا عقبشو نمیدونیم؟ چرا این همه اتفاق یهویی اتفاق میفته؟ یکم رو مخ برام. بریم ادامه ماجرا. دوزیست چهارم فیلم بلند سینمای برزو نیک‌نژاد به عنوان کارگردانه. قبل از این فیلم های ناخواسته، زاپاس و لون زنبور رو ساخته بود که نشون میده کارش خوبه، ولی این فیلم رو متفاوت از قبلی ساخته. بذار جمع بندی کنم، الگی وقت همرم نگیرم. آقا میخوای ببینی؟ خب فیلمو ببین. فیلم نسبتا خوبیه. ولی در حد و اندازه اسمایی که توش هستن نیست، ولی حتما سرگرمتون میکنه. یعنی توصیه‌م اینه که ببینید، ولی انتظاراتون یه کوچولو بیارید پایین. مثل همیشه سابسکرایب کن، زنگوله کنارشم بذار، با کامنتات منو خوشحال کن. اگه یه ذره فراستی طور دارم یه ذره نقد میکنم، یه ذره فکر کنم عصبیم، شایدم نمیدونم فیلمو اونقدی که باید، همچین دلمو نمیگیره. به هر حال دمتون گرم که تا اینجای کار با من بودید. تا بعد، خدا نگهدار.